نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه سوم سفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در این نشست با اشاره به دو روایت و اما اگر از فقها ها کسی بود که نفسش را نگه دارد و از دینش محافظت کند و مخالف هوای نفسش عمل کند و فرماندار امر خدا باشد بر مردم است که از وی تقلید کند و در حوادثی که برای شما اتفاق می افتد باید به راویان اخبار ما علما رجوع کنید ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم فرمودند وقتی امام معصوم علیه السلام ظاهر باشد باید همه وجوهات شرعی را به او داد و از او اجازه گرفت در این روایات که امام معصوم علیه السلام فرمودند که فقه ها جانشین من هستند تمام آن چیزهایی که نسبت به امام معصوم علیه السلام است نسبت به فقیه جامع و شرایط نیز هست مگر آنکه دلیلی وجود داشته باشد که بر اساس دلایل امام معصوم در نفوس و دماع و اموال حق دارد اما فقیه جامع و شرایط حق ندارد معظم الله در ادامه برای روشن شدن این عبارت امام معصوم علیه السلام با ذکر مثالی فرمودند اگر یک وزیر اختیارات و صلاحیت دارد چنانچه به سفری رفت و فردی را جایگزین خود نمود تمام آن اختیارات و صلاحیتها به فرد جانشین منتقل می شود مگر استثنایی وجود داشته باشد ایشان در ادامه فرمودن در مورد خمس این استثناء صورت نگرفته است لذا همانگونه که در زمان حضور امام معصوم افراد مکلف خمس شامل سهم امام و سهم سادات را به امام معصوم میدادند یا از او اجازه می گرفتند بنابر عمل مشهور فقها از شیخ مفید تا امروز باید به دست فقیه جامع و شرایط داده شود و یا از او اجازه گرفته شود آیت الله عزما در ادامه فرمودند در رابطه با زکات هر کسی می تواند مستقیم خودش پرداخت کند اما در مورد خمس چه سهم امام و چه سهم سادات باید در اختیار فقیه جامع و شرایط قرار گیرد معظم الله در ادامه در رابطه با تفاوت اختیارات امام معصوم با فقیه جامع و شرایط فرمودند فقیه نسبت به وجوهات شرعیه فقط حق ولایت و تصدی دارد اما حق تصرف ندارد اما امام معصوم علاوه بر حق ولایت مالک وجوهات شرعی نیز هست ایشان با تاکید مجدد بر اینکه اختیارات فقیه جامع شرایط بر اساس روایاتی است که دلالت بر این نکته دارد فرمودند برخی از فقها در خصوص سهم سادات اجازه دادهاند که مکلف خود مستقیما به سادات پرداخت کند اما آنچه که از روایات برداشت می شود این است که هم سهم سادات و هم سهم امام باید به دست فقیه جامع شرایط برسد با هم فرمایشات آیت الله عظما شیرازی را ببینیم و بشنویم ببینید اگر حق تصرف نداره مالی اما حق تصرف حق ولایت داره ولایت تولی یعنی تصدی ولایت داره نه مالکه امام معصوم هم مالک هم ولایت داره اما فقیه جامعه شرایط مالک خمس نیست اما ولایت داره به حساب روایاتی که دلالت بر این داره اجازه بدن اشکال اشکال نداره عرب، عرب بحث علمی دارم عرض میکنم مقتضای انهم حجتی عليكم و حجت الله عليهم و از ادله دیگه اینه که سهم سادات و سهم امام فرق نمیکنه در این جهت سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمشی رازی به این شرح بود برخی از احکام نماز مسافر حکم اتمام نماز در حرم امام حسین علیه السلام حکم اموال با ورسه و بدون ورسه برخی از احکام مربوط به ارس حکم رفتن به زیارت برای فردی که مقروز است و برخی از احکام مربوط به اعاده نماز از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده و پانزده دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهصد فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید